نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه با بازدید خود از لیبی بران است تا تعهد کشورش نسبت به بحران لیبی را نشان دهد. استقبال رئیس جمهوری فرانسه از رهبران جهان در ابتدای ماه جاری در پاریس به منظور حل مشکل لیبی نیز به طور نمادین از احساس مسئولیت او حکایت داشت. فرانسه در خط مقدم، کمتر از یک ماه پس از آغاز حرکت‌های اعتراضی در لیبی، با تشویق برنارد هانری لوی، فیلسوف فرانسوی، نیکولا سارکوزی اعضای شورای ملی انتقالی لیبی را به رسمیت شناخت. این اقدام سارکوزی در حالی صورت گرفت که وزیر امور خارجه کشورش از آن بی‌اطلاع بود. وزیر خارجه فرانسه چند روز پس از آن در سازمان ملل به منظور حمایت از حقوق غیر نظامیان و شهروندان لیبی بر پیگیری قطعنامه 1973 تاکید داشت. نمیتوانیم اجازه دهیم جنگ ادامه یابد. نمیتوانیم نسبت به قربانیان غیر نظامی و سرکوب شدید در این کشور بی تفاوت باشیم. نمیتوانیم اجازه دهیم قانون و اخلاق بین المللی پایمال شود. دو روز بعد جنگنده های میراج و رافال فرانسوی بر فراز لیبی به پرواز در آمدند. نیروی هوایی فرانسه وارد عمل شده و چندین تانک و زره پوش نیروهای قذافی را منهدم کردند. به این ترتیب در کنار نیروهای مخالف قذافی در زمین عملیات هوایی هم آغاز شد. عملیاتی کارساز. پس از کودتای دیپلماتیک فرانسوی و به رسمیت شناختن شورای ملی انتقالی در لیبی، مردم این کشور پرچم‌های فرانسه را همراه خود داشتند. برای فرانسه که پس از هرج و مرجی که در تونس به راه افتاده بود جایگاهش را در نظر عرب‌ها از دست داده، حالا فرصتی است تا بتواند تصویر بهتری از خود به جای گذارد. پرسش مطرح این که این چهره قهرمان آیا تا انتخابات ریاست جمهوری آینده به همراه رئیس جمهوری فرانسه باقی خواهد ماند و آیا در پشت این چهره رئیس جمهوری فرانسه می‌تواند قراردادهای پرسود نفتی را برای کشورش برمغان آورد؟